رضا غیبی با من هستن، روزنامه‌نگار اقتصادی. خب آقای غیبی، هر خبری که ما میخونیم در انتها به سفره مردم میرسه. با توجه به اعلام رسمی تورم 45% یارانه‌ها قرار ثابت بمونه، از اون ورم افزایش حقوق هم خب کمتر از این عدده، این موضوع چه تأثیری بر معیشت مردم خواهد داشت به نظرتون؟ قبل از اینکه به تأثیرش بپردازیم، اون 45% که گفتن دروغی بیش نیست، آنچه که در جامعه هست و مردم دارن حسش میکنن و لمسش میکنن هر روز خیلی بیشتر از این اعداد است و اون بحث گزارش تورم تولید کننده نشان دهنده تداوم روند روبروش خواهد بود که در آینده شاهد شوک تورمی هم خواهیم بود. ولی آنچه که در مورد حقوق هست، خب هر مبنای افزایش حقوق بحث همون عدد تورم بوده که امسال به نظر میرسه کمتر از نیمی از تورم رو لحاظ بکنن برای افزایش حقوق، که خود این باعث عقب ماندن دخل و خرج کارمندان و کارگران میشه. تأثیرش هم به این گونه هست که اینها زمانی که دخلشون به خرجشون بدهکار میشه، سعی میکنن از هزینه های زندگیشون کم بکنن در حوزه بهداشت، آموزش و در مرحله بعدی جایگزین کردن اقلام مواد غذایی هست. مرحله بعدی کوچ دست جمعی از مناطق متوسط به مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه‌های شهر هست و برای زندگی که ارزان‌تر باشه. این اتفاقات تماماً رخ داده. این روندی که طی 2-3 سال اخیر شروع شده و در 1 سال گذشته به اوج رسیده، تمام این راهکارهایی که مردم می‌توانستن برای حفاظت از خودشون در برابر تورم انجام بدن رو عملیاتی کرده و مردم پشت سر گذاشتن و امروز دیگه آستانه مردم، آستانه صبر و تحمل و انعطاف پذیریشون دیگه واقعا نمیشه اون رو حد زد و جامعه و به طور کلی معیشت مردم مثل یک بمب ساعتیه که هر لحظه امکان عوض کردن معادلات اقتصادی سیاسی رو در کشور داره. آقای غیبی، در مورد این سازمان جدید هم صحبت کنیم. خب این تشکیل سازمان بازرگانی زیر نظر مستقیم رئیس جمهور ظاهراً سیاست جدید دولت رئیسی هست برای مهار تورم. چقدر فکر می‌کنید این چنین سیاست‌هایی میتونه تورم رو کنترل بکنه؟ اصلا میتونه؟ به هیچ عنوان نظر من نمیتواند. ببینید، این هم یک بساط جدید رانت و تمرکز قدرت اقتصادی در زیر مجموعه آقای مخبر به نمایندگی از بیت هست. این رو اگر بگذاریم کنار، ما هر مدلی از راهکارهای اقتصادی رو با اقتصاددان‌های مطرح و به نام دنیا، اصلا ما از امریکا و انگلستان و جاهای دیگه بخوایم مدیر هم وارد بکنیم، بهترین راهکارها رو هم در شرایط امروز کشور اتخاذ بکنیم، راه به جایی نخواهیم برد، چون عملیاتی شدن در راهکارهای اینچنینی نیازمند اعتماد عمومی هست. مردم امروز به حاکمیت، به سیاست‌هایی که داره انجام میشه و سیاست گذاری میشه اعتماد ندارن و این در بیشتر به مقاومت داره ختم میشه تا به همراهی که شاهد خروجی مثبت باشیم. بنابراین ما نشانه هاش رو هم دیدیم، از کمپین برداشت پول گرفته تا خروج پول از بازار سرمایه و مهاجرت و فرار سرمایه، تمام اینها نشان دهنده عدم اعتماد عمومی به دولت است. ممنونم. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین امروز.